حالا تصور میکنم همه عزیزان ما شمال ایران دیده باشن. یه جای زیبایی که شاخص‌ترین جای ایران هست اون لاهیجان. من زاده اونجا هستم. سرزمینی است که همه موجودات به علت تغییراتی که در 24 ساعت روز شب که اونجا تغییر پیدا میکنه چی بخوان چه نخوان اون زیبایی ها رو میبینن. نگم منم که اینجور که یادمه من به خواهرم من 8 ساله بودم خواهرم 7 ساله رفتیم تو مدرسه البته مختلط نبودیم کلاس شروع داشتیم و نمکنه چطور بودیم حسرم سر رفته بود یه مداد برداشتم و با خودمون نقاشی کرد این صحبت 8 سالگی زندگیم مفسر ما رو دید گفت خانم این آقا داره نقاشی میکنه ما رو کشید نمکت پایین و خواهرم معلم هم بسیار بازوق اون موقع هم تنبیه دانش آموزان جز به قدرت یک معلم بود که حالا خانم باشه آقا باشه هفت کف دستی قربان ما نوشیدن کردیم یعنی دیدیم که از اون زمان خلاصه ما به این هنر علاقه مند شد کلاس دهم اومدم تهران یه معلم خط و نقاشی داشتیم آقای مخمر مخمر میگفت مخمر که معلم هم خط بودم نقاشی از اون کلیات کارو چون تابلو نویسی مغازه میکرد و ما هم تقریبا دیدیم که بد نیست و خلاصه تمرین کردیم شدیم رقیب معلم اونجا و آخرین کاری که من نوشتم در 20 سالگی بود برای کلوچه نوشین چه شنیده باشین تابلو برای اون نوشته بودم که البته عموی این کل نوشه ای که الان هستش خدا بیاموزه بابایی داشتیم این نامه ازش داریم که خیلی تماشایی است این موقعیت خوبی داشت تو لاهیجان گفت بابا پسر جان ببین تو الان میگی که من یه شده بون بل شدم ولی نقاشی برای زندگیت جوابت نمیده هنرش خیلی خوبه ولی یه فکر دیگه هم بکن بعد امانا بیدیم که اقلام نقاشا آنچنانی نیست اون معروفترینش هم دیگه یک کارهای دیگه کرده ما خلاص از اون زمان رفتیم قسمت معماری دانشکده هنر ادبی دانشگاه تهران سابق برای الان هم شاید اینجوری باشه سبک فرانسوی بود دیگه معمارا و نقاشا خیلی چیزاشون مشترک بوده یعنی در خونه با هم می‌خوندیم ارزم بزرگتون پرسپکتیو با هم می‌خوندیم مرحوم احمد بیرش معلم ما بود زنده یاد استاد بزرگی بود آقای دکتر کیهان رئیس بدنشناسی دانشکده پزشکی بود ما رو آناتومی حسن یاد میداد بعد از مرحوم کمال‌ول‌ملک شاگرداش که استاد هیدریان بود که استاد ما بود آقای آشتیانی بود متاسفانه اسمی از اینا نیست بعد خود دانشکده وقتی درست شد بچه‌هایی که از اروپا فارغ التحصیل شده بودن بازار پاریس اونا اومده بودن چند تا از استادای اونجا بودن اونجا بعضی مثلا زیاپور از اونجا اومد اون خروشچنگی رو انداختن نقاشی مدرن یه دفعه اینجا معمول کردن بعد آقای بریرانی داشتیم آقای بیشکایی داشتیم و هرسون برسون آقای حسین کاظمی بودن دیگه بحثیس ها هستن خیلی داریم نقاش هایی که هر کدوم سر جاشون مهم بود چه دختر چه پسر ولی یه دوره بود که وقتی تو همون سویس بردیم یعنی باورشون نمیشد اروپایی ها یا امریکایی ها ما میتونیم اینجور نقاش کنیم همش فکر کردن ما همون مینیاتور هست یعنی توی عرصه دنیا حضور پیدا کردیم خلاصه کردن در 20 سال جستجو کردم سبکای بقیه سبکای دنیا چون نقاشی ما خب مینیاتور بود و این یک شاخصه مشخصی داشت در عرصه ادبیات بعد دیدم که چیز دیگه دنیا چیز میکنن رفتم روی
سبکایی که تو دنیا معمول بوده در 15-20 سال سبکای از الکلاسیسم چیه، رومانتیسم چیه، امپرسیسم چیه اینا رو بعد دیدم که هر نقاش که معروفه باید یه زمان خاص خودش داشته باشه. من هم که گفتم مال بچه شمال هستیم و سوژه کارام معمولا طبیعت بود و منتها یه نمایشگاهی من داشتم از کل زندگی داخل و خارجی شمال ایران که لاهیجان چیزم بود که زندگی داخلی زندگی خارجی توی این کارا یه جمله درخت منظرهایی بودن که درختای تبریز اگه شما شمال دیده باشین بغل باغای چایرا می‌کاشتن اینا خیلی سری رشد بودن بغل هم از پایین می‌رفتن تا بالا می‌رفتن منظرا که زیارت طبیعت این پاش پای می‌سادیم منو می‌کشید طرف بالا تو نمایشگاهی که من داشتم از جمله کارا همین درخت تبریزی بود که مرحوم آلا احمد به سیمین دانشور نمایشگاه متشکر بودن سال 1349 بوده احتمالا گفت مجبور این درخت ها چیه داستان گفتم حالا یه همچین احساس من دارم گفت خیلی جالب میایستیم به سبک خودم که اسب درخت هستش بعد دیگه بعد اون یه سری کارهای از کنم که اصول شناسی ایران بود تشتر اپوش کار کردم تشتر اپوش هستش بعد از کنم میترائیسم هست میترا که چهار اسب سپید یک نجاده این وقتی میخواست اینجا رو آباد بکنه هزار گاف صد اسب میترستاد اونجا رو آباد میکنه میترا بعد اسب رستم رخش بعد سری از این چیز مهمش خیلی جالب سیمرغ که ما میگیم این تمام اصاره طبیعت توی این گل گیاه خالق عالم درست کرده این صورت یک پروانه میاد توی درخت همیشه سر مثل سر میشینه این تمام تواز دارویی تمام درمانهایی که موجودات هستن با کمک همین گل گیاه این از توی سیمرغ ما همین داستانش هست که حتی تر کشیدم عوض یه مار باشه یه جام مال چیز پزشکی یه درخت من کشیدم یه پرنده توش هست که این چیزا توی این اسطوره ما هستش بعد این سری کارام شعرهایی است که از این بزرگای ما هستش اینا رو با عنوان یه خط یک چیزی ویژگی توی مال ما داره البته مخصوصا نستعلیق و شکسته ما یه سری خطاتی با خودمون کار میکنیم البته بیشتر اون مفهومی که این بزرگای ما در عرصه ادبیات گفتن اونا رو من تقریبا خطاتی و نقاشی میکنم به هر حال یه سری هم از کنم وجود حالت های مختلف طبیعت هست یه سری مثلا دوره اسبام هست با درخت ها اسبم گرفتم سمبول انرژی و زیبایی که انسان واقعا به ترقی رسونده توی اسطوره ما تو اسطوره کشور دیگه دنیا داریم که اسب سپید با یال دوم طلایی مظهر خرد و دانایی و مظهر باران اسب سیاه به نام اپوش یال دوم بریده مظهر جهل وقتی خراب میکنه میاد طرف خردمند که این سرزمین هم برای همین موندگاره برای اینکه یه فرهنگ زیبایی داره این فرهنگ های مختلفی که توی این سرزمین که شاه ساخته شده توی فلات ایران ماندگارش که حریفش نشده تا حالا خوشبختانه الان میبینی اسم نره یه اسم ماده بچه این تم حیاته که این جاودانگی حیات تو کارام این مقدار هستش چهار فصل یه سری کارهای گفتم که اسطوره‌ای کشیدم عناصر اربعه میگفتن هستش ظاهراً چهار فصل شما می‌بینید ولی اون گردش حیات همیشه برقرار اون جاودانگی حیات برقرار زمان زمستون می‌بینید تابستون می‌بینید بهار پاییز ولی دوباره می‌بینید همین این گردش دائمه من حتی یه شعر مولانا رو من کشیدم اگر چرخ وجود من از این گردش فرو ماند بگرداند مرا آن کسی که گردون را بگرداند این اسب کشیدم همین جور این گردون حیات دائما داره می‌چرخه این شکلی هم این مقدار از کارام با عرض کنم که صدای علمی دنیا هم قاطی میشه یه جوری فقط نقاشی نیست خلاصه یک کلام که ما میگیم که فقط درخت کشت و
یعنی همه کارام سعی میکنم که چیزی برای بینندم باشه، ضمن این که آدم عادی هم وقتی ببینه زیاد رم نمیخواد این چی کشیده، یعنی یک نوع احساس میکنه که چیزایی مثل که تو طبیعت تو این کارا هستش. درخت عصر دو تا قربانی بزرگی هست که انسان بدون که خودش بدونه داره بهترین کسی که خدمت داده به خودش داره نابود میکنه. عصر که از صحنه خارج کردیم، ماشین آوردیم، درخت ها میبینید که دیگه هر روز داریم فضای سبز داریم نابود میکنیم. ظرافت مینیاتور ما سعی میکنم تو کارام باشه، با وجودی که 5-6 بار روش چیزی بهم فکر کنید که من آبرنگ داره که رنگ روغن کارام. مرحله اول خیلی سریع میخوام منظره بکشم، میخوام یه شخصیت درست کنم، کلیاتش رو سریع در عرض 7-8 دقیقه رو تمام میشه. با بنزین، بنزین هم خوبش اینه که این رنگ رو با همین ابری که ما داریم اسفنج اینا سریع میکشم، شما میتونید الان همین پرده میتونید نقاشی بکنید. بعد چیزایی که میخوام بکشم خیلی طول میکشه، تمام جزئیات هستش. بعد پرده‌هایی که بخواد تو نقاشی باشه تو پرسپکتیو رنگ اینا هستش. دست آخر بعد هوای آخر هست که دیگه اون چیزی که میخوام بیان بکنم تقریبا به دست میارم. خیلی جا هم دیگه موفق نمیشم، پس این کار میذاریم کنار. ولی رو هم بفته 5 مرحله حتما باید کار بشه. اینجا 59 نمایشگاه اختصاصی همینجا برگزار شد و چهار گوشه دنیا از آفریقا و آسیا و اروپا و آمریکا حضور داشتیم. خیلی عاشقانه همیشه با مردم برخورد داشتیم. خوشحالیم که کارام آزار نمیده بیننده. انسان میاد این تو احساس میکنه که این باید آدم تو این طبیعت نفس بکشه، این اکسیژنی که در اختیار ماست ناگهانه این ماشینی زمان داره ویران میکنه. نگفته دیگه پیداست، همه دیگه داد همه در اومده دیگه. بعد هر کی هم کار من دیگه داره میگه بهترین کار است. خیلی عجیبه. مثلا یه نمایشگاهی در سوئیس داشتم فر مونترو که از ژنو اومده بود، آقای محجوبی شما سابق بهتر نقاشی میکردی. گفتم من هیچ وقت ادعا نمیکنم نقاشی. گفت پای بیای پدما نهار. ما رو دعوت کرد از مونترو رفتیم ژنو. ما به مهمانی مفصل دیده ما به یک کارم گذاشته زبروس روی نهار خوری شو نمیخوانم شما راست میگیم. خیلی از شما همه این دوستای ما یه همچین احساس. من خوشحالم که این شکلی فکر بایم میدم با خودم اون دخترای من هستن شعرهای عاشق پیدا میکنن، یعنی طلاقش نمیدن خود هر کدام که نمیخوام بیان جدی پل من پسش میگرم یک کار دیگه بیدم میدم. یا هر موجودی برای یک کار ساخته شده. حالا یکی ممکن 10 جور هنر داشته باشه، برای یک کار ساخته شده. من یکی فکر می‌کنم من برای نقاشی ساخته شدم. من معماری کردم، نمی‌دونم موزیک مثلا می‌زدم، نمی‌دونم زندگی می‌کردم. اول از همه باید برای اون کار ساخته شده باشه. بعد شما ببین چی می‌خوایم بگید. اگر فضا برای شما برای اون کار شما آماده است، خب می‌تونید ببینید تا اوج برسید. هنر متأسفانه یک جایگاهی داره که شاید بدونید که همه هنرها البته خیلی خوبه سر جاش، ولی مثل یک بذر شما باید یه بذر بخواید داشته باشی. اولا بذر باید خوب باشه، بعد آب به اندازه که میخواد بهش بدین، نور بهش بدین، اون فضایی که برای رشد. یکی از اینا کافی نباشه اون طبعا اون بذر شما به شما جواب نمیده. هر عرصه از جمله هنر همینه. شما ببینید مثلا برای چی ساخته شدید. اگه میخواین نقاش باشین باید برای این کار ساخته شده. بعد مداومت است، عاشقانه داشته باشین، از جادر نریم به هر طریقی شده باشه کار خودتون میاد. میخواین شاعر باشین شعرتون میگین، میخواین از کنم که معمار میخواین باشین معماریتون انجام بدین، ولی آنچه مهمه مداومت به شرایط نشدمای شما هست. این فاکتور بسیار مهم است که برای همه گروه ها از کنم که حاکم دیگه هیچ برگر نداره.